کار و انرژی در زبان روزمره بچه ها ما فعالیت هایی مثل دویدن، ضربه زدن، گرفتن توپ توی زمین فوتبال رو بهش میگیم بازی کردن اما وقتی که در پشت میز نشستیم در حال خواندن کتاب یا در حال نوشتن و اندیشیدن و فکر کردن هستیم رو بهش میگیم کار کردن اما بچه مفهوم کار در فیزیک با مفهوم کار در زندگی روزمره متفاوت هست حالا فعالیت گفته به فهرست زیر جمله هایی اضافه کنید که واژه کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد امروز خیلی کار دارم من در یک شرکت تولید بازی های ای کار می کنم یا مثلا یک دانشجو میتونه بگه من در حال کار کردن روی مقاله هم هستم یا یک نفر که در حال بازی کامپیوتریه میگه که من در حال کار کردن با کامپیوتر هستم یا یک نفر میگه من در حال کار کردن با موبایل هستم اینها با جای کار دوش متفاوت است. فکر کنید در علوم مفهوم کار چنان تر... کار را چنان تعریف می کنیم که اندازه گیری آن ممکن باشد و جا پس مفهوم کار در علوم جوری است که ما بتونیم اون رو اندازه گیری کنیم خب به نظر شما کار انجام شده در کدام یک از فعالیت های صفحه قبل قابل اندازه است اگر پاسخ مثبت است چگونه کار انجام شده را شده را اندازه می گیرید خب ببینید توی اینها مثلا امروز خیلی کار دارم یا در یک شرکت تولید بازی های کار می کنم یا در حال کار با کامپیوتر هستم ما اینها رو نمیتونیم اندازه بگیریم پس باید ببینیم که ما چطوری کار رو میتونیم اندازه گیری کنیم